آیا اسپلیت دچار مشکل شده که در فصل سرما یونیت خارجی دچار برفک زدگی میشه؟ برای آگاهی از پاسخ این سوال تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. درود دوست عزیز، من رایان هستم و اینجا کانال AC اقراریه. لطفاً قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید و همچنین زنگ رو فراموش نکنید تا اینکه بتونید اولین نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنید. خب دوستان، سوال اساسی که وجود داره اینه که چرا در فصول سرد سال یونیت‌های خارجی دچار برفک میشن؟ خب در واقع چیز کلیدی که وجود داره اینه که کندانسر ها در فصول سرد به خاطر اینکه قرار تولید گرما، یعنی جابجایی گرما رو انجام بدن، یک سری عوامل باعث میشه که این اتفاق بیفته. ببینید دوستان، در حالت عادی یونیت خارجی میاد در حالت تابستانی، سرما رو از محیط بیرون میگیره به واسطه گاز سیاری که واسطه انتقال میده به محیط مورد نظر. اما در زمستون این سیکل برعکس میشه، یعنی قرار سیستم سرمایی که درون محیط مورد نظر وجود داره رو از طریق همون گاز به محیط بیرون انتقال بده، یا به موردی میشه گفت که گرمای بیرون جذب کنه به داخل انتقال بده. خب وقتی این فرآیند میخواد بیفته، در اثر کاهش دما در محیط بیرون و قطران روی کوئل، شما این اتفاق رو مشاهده میکنه و وقتی عمل شکل گرفت، سیستمی که سالم باشه سنسوراش، یک حالتی به وجود میاد به نام دیفراست که عرفاً روی مانیتور می‌نویسه DF که مخفف از دیفراسته، به معنی این که الان سیستم داره برفک زدایی میکنه. یعنی یک تایمی خودش میاد کمپرسور رو روشن نگه میداره، فنا داخل خاموش میکنه، سیکل رو برمیگردونه، حالا بعضی هم خاموش نمیشن، که وقتی سیکل برگشت عملیات برفک زدایی انجام میشه. یعنی شما مشاهده میکنی با اون گاز گرمی که اینجا وارد میشه تمام این برفک ها آب میشه. اما اینا حتما دقت داشته باشید دوستان من، اینکه کولر به عنوان مکمل گرمایی میشه استفاده کرد، یعنی اینکه عمدتا متاسفانه من میبینم طرف مثلا میگه سیستم گرمایشی نمیخوام بذارم، اسپلیتو دارم. نه، پاسخگو نیست، مخصوصا به محض اینکه دمای محیط بیاد به 8 درجه و پایینتر، راندمان سیستم هی پایین و پایین و پایینتر میاد تا جایی که دیگه سیستم گرمای خاصی رو نمیتونه بده. مخصوصا موضوع اساسی اینه که دچار برفک میشه و برفک عامل اساسیه که باعث میشه سیستم نتونه درست کار بکنه و همچنین آسیب زننده هم هست. موقعی که بخواد دما بیش از حد کاهش پیدا بکنه، باعث حالت تله شدن روغن توش وجود میاد و همین هم باعث میشه کمپرسور خوش کار بکنه که آسیب جدی وارد میکنه. پس ازتون درخواست دارم دوستان، اگر امکانش هست از سیستم های غیر از اسپلیت استفاده بکنید برای گرمایش، حتما سیستم های باشه که بتونه بویلر داشته باشه و با گاز کار بکنه که دچار این مشکل هم نشید. تو طراحی سیستماتون هم حتما اینو در نظر بگیرید. خیلی جا میبینم که روی اسپلیت حساب باز میکنن، نه، اگر در مناطق سرسی رسید که اصلا روش حساب باز نکنید. اما اینم بگم امروز دستگاه BRF این قابلیت رو داره که از منفی 25 درجه سانتیگراد هم تولید گرما رو داشته باشه به خاطر نوع کمپرسور و ابعاد کوئل کندانسوری که داره. خب دوستان، چیزی که فقط ازتون میخوام دقت بکنید، پس بسته به این که در چه محیطی دارید استفاده می‌کنید و در چه منطقه هستید، اسپلیت مورد نظرتون تهیه بکنید، برای گرمایش روش حساب باز نکنید، فقط به عنوان یه مکمل گرمایی در شرایطی که گاز قطع بود، مکان مناسب نبود برای اینکه بخواید سیستم‌های بویلینگی بذارید، و مهمتر از همه حتما مطمئن بشید که کندانسور تمیز باشه. اگر ذره کثیفی بخواد وجود داشته باشه یا فین ها مسدود شده، من دوستا به این میگم فین ها که شما مشاهده میکنید روی کویلای مسیتون، اگر این فین ها بسته شده باشه کاملا تاثیر مستقیم داره روی اینکه راندمان بیاد پایین. حتی اون دوستانی که میخواد از اسپلیت هم استفاده بکنه اینو در نظر داشته باشید. پس تمیز بودن خیلی مهمه، چه برای پنل داخلی چه برای پنل خارجی که مخصوصا تو این بازه خیلی تاثیرگذاره. و اینکه موارد دیگه مطمئن میشه حتما فن پایین کار میکنه و اگر هم احیانا دیدید در حین کار کردن ولعکس حالت
در واقع سرمایشی که تو تابستون استفاده میکنه در زمستون حالت گرمایشی پنل داخلی یا خاموش میشه یا دور فن رو میاره پایین، که این به منزله همون فرایند دیفراسته و فکر نکنه سیستم دچار مشکل شده، این کاملا این فرایند طبیعیه، مخصوصا قبل اینکه راه بیفته عمدتا 2-3 الی 5 دقیقه زمان میبره تا بخواد به حالت استاندارد خودش برسه برای اینکه بتونه گرمای مطلوب تری رو به شما بده. چون خیلی اوقات دیدم که دوستان گفتن ما فکر میکنیم دستمون دچار مشکل شده، اما بهشون گفتیم که کاملا سیستم داره درست عمل میکنه و این فرآیند طبیعی خودشه که داره طی میکنه. خب دوست عزیز، ازت میخوام لطفا این ویدیو رو برای دوستانت هم بفرستی تا اونم بتونن از این مطالب استفاده بکنن. همچنین ازت میخوام که اگه از ویدیو ما خوشت اومد لایک بکنی و سابسکرایب و زنگوله فراموش نکنی تا اولین نفر باشی که ویدیو ما رو دیدن بکنی. یا حق.